تاپیکی که برای کلاس امشب انتخاب کردم که اسمش رو گذاشتیم Health and Healing به خاطر اینکه انرژی که در حقیقت هفته آخرش هم هست که باهاش کار میکنیم مربوط به هیلینگ هست و انرژی سلامتی و تندرست همونطور که میدونید ما سه هفته در وسط سه هفته هستیم که از 17 تموز شروع شده و تا 9 آو طول میکشه الان هفته اولش رو گذروندیم 2 هفته دیگه داریم که خیلی وقتی که ریلیجیسلی نگاه این سه هفته میکنن میگن سه هفته هست که انرژی سنگینه میدونید که تو این سه هفته کسی عروسی نمیگیره معمولا کسی نامزدی نمیگیره کار جدیدی رو شروع نمیکنیم به قول معروف آسه میریم آسه میایم چرا؟ وقتی که از نظر 1% نگاه بکنیم اگه به خاطر تردیشن بخوام نگاه بکنیم چون توی تاریخ 17 تموز وقتی بود که اورشلیم رو محاصره کردن اورشلیم دوره بیت مقدش محاصره شد و 9 آف یروشلایم به آتش گرفته شد و بعد روی 1% understanding یا روی سرفس یا روی tradition که ربطی به کبالا نداره میگن چون یروشلایم محاصره شد و چون 9 آب یروشلایم از بین رفت ما این سه هفته رو سوگواری میکنیم ولی این کازه یا دلیل این که این سه هفته به این صورت نگاش میکنن نیست ما یاد میگیریم در کبالای رو سادش میکنم یاد میگیریم که نور خدا یک مظهر میل اسپکتی داره و یک مظهر فیمیل اسپکتی داره اون چیزی رو که به اسم شخینا شنیدید همه شخینا رو شنیدن اسمشو رایت بعضی وقتا میگیم شخینا کمکت کنه، شخینا برخا بده، شخینا نگه داره باشه. چیه این شخینا؟ شخینا فیمل اسپکت نور خداست. نور خدا یک اسپکت پدرونه داره که انرژی یود کی واف کی هست و یه اسپکت مادرانه داره که بهش میگن شخینا. توی زندگی معمولی رول پدر و مادر در یک خانواده اگر نگاه کنیم می‌بینیم که پدره با مادر روحیش فرق می‌کنه مادر حالت پروتکشن داره مادر هست که اگه بچه خطا کرد حواسش هست به بچه مادره هست که برای بچه غذا درست می‌کنه مادره هست که مواظب بچه هست در صورتی که پدره پرووایدره توی یه لول دیگه هست شخینا هم درست مثل مادر پروتکشن برای ما پروتکشن میاره ببینید نور خدا نوری که ما به اسم یود کی واف کی میشناسیم انقدر قدرتش زیاده انقدر نورش زیاده که اگر من بخوام ازش استفاده بکنم احتمالاً میسوزم درست مثل نور خورشید که اگر بتابه شما احتیاج به یک سایبونی دارید یک چتری دارید که بتونید فرضاً در یک روز آفتابی بسیار بسیار گرم که شعله خورشید میتابه احتیاج دارید که برید اگه میخواید کار رو انجام بدید برید زیر یه سایبونی بشینید یه چتری بگیرید دستتون یه جایی باشه که یک پوششی داشته باشه که این نوره اذیت نکنه با اینکه نور خورشید زندگی به وجود میاره با اینکه بدون نور خورشید اگر خورشیدی نبود
بعد از 4 روز همه چیز از بین میرفت. پس ما نور خورشید رو احتیاج داریم، ولی یه چیزی، یک انرژی باید این نور خورشید رو هارنس کنه، آروم کنه، به یه شکلی بیارتش، یک ترانسفورماتوری بذاریم جلوش که بتونیم این نور رو تحمل کنیم. این خدای بخشنده مهربون اومده یک انرژی کانشسنسی رو از خودش به وجود آورده، یه پروتکشن شیلدی رو به وجود آورده که بهش میگیم شخینا. درست مثل کره زمین، میدونید که دور کره زمین یک لیری هست که بهش میگیم اوزون لیر. اگر این اوزون لیر نباشه، نور خورشید همه ما رو اذیت میکنه و مجروح میکنه. شخینا هم somehow مثل این اوزون لیر میمونه که باعث میشه که نور خورشید ما رو نسوزونه، بتونیم ما ازش استفاده بکنیم، بتونیم هارنسش بکنیم، بتونیم ازش بهره برداری کنیم. 3 هفته هست توی کلندر هیبرو، از 17 تموز تا 9 آف که شخینا کانسیله. درست مثل این که مادر خودش رو کانسیل کنه، نه اینکه نیست، ولی کانسیله. برای چی این اتفاق میفته؟ چرا شخینا میاد 3 هفته وکیشن برمیداره؟ هیچ وقت دیدید مادرهایی که برای اولین بار بچهشون رو میبرن مدرسه، for the first time بچه رو میبرن مدرسه، دست بچه رو میگیرن میبرن توی مدرسه، با بچه راه میان تا در کلاس، بچه رو میذارن توی کلاس، بعد میخوان دیگه بچه رو پای خودش وایسه دیگه، بعد یاد بگیره تو مدرسه رفتارش رو یاد بگیره با معلم، و خودشون میرن پشت دیوار. حتی بعضی از مادرها اینقدر دلشون میسوزه که دلشون نمیاد برن خونه، میرن وای میسن اون پشت، و بچه ممکنه حتی یه مدتی گریه کنه، ناراحت کنه خودش رو، بگه مامان مامان، مادرم وای میسه اون پشت، شاید مادرم شروع کنه گریه کردن، ولی نمیاد تو، به خاطر که میخواد بچه رو پای خودش وایسه. مدت 3 هفته هست توی این هیبرو کلندر ما که این مادر، این شخینا، خودشو کانسیل میکنه، خودشو کانسیل میکنه. این کانسیلمنت به خاطر چیه؟ نه اینکه ما اذیت بشیم، ولی به خاطر که بتونیم روی پای خودمون وایسیم. حالا وقتی که این شخینا نباشه، این نوره چطوره؟ خیلی پرقدرت تره، خیلی قوی تره. توتالیتی نور در حقیقت ما توی این 3 هفته دریافت میکنیم، بیشتر از هر وقت دیگه ای. به خاطر همینه که روز 9 آف که این نوره به مکسیموم خودش میرسه، میگن روز تولد ماشیخ هم هست. یعنی التیمت نور رو در حقیقت توی این 3 هفته هست که دریافت میکنیم، ولی شدتش خیلی زیاده، قدرتش خیلی زیاده. من باید حواسم به خودم باشه که نسوزم یا کسی دیگر رو نسوزونم. به خاطر همینه که چیز جدید رو شروع نمی‌کنیم، تصمیم جدیدی رو نمی‌گیریم. از خیلی چیزها که کابالیستا پیشنهاد می‌کنن پرهیز کردن، کانفرانت کردنه. کانفرانت کردنه. فرضاً من با یحیای مسئله‌ای دارم، the worst time که من بیام با یحیا کانفرانت بکنم توی این 3 هفته است. چرا؟ چرا اگه نوره هست، حالا شخینام نباشه، چه اشکالی داره که من بیام با یحیی کانفرانتیشن رو انجام بدم؟ برمیگردیم به درس اول کبالا، به آغاز کلاس بیسیک کبالا که داشتیم. ما یاد میگیریم که 2 تا انرژی داریم، یکی انرژی پوزیتیو و یکی انرژی نگاتیو. درست مثل لایت بال، اگه شما به یه لایت بالب نگاه بکنید، میبینید که 2 تا عنصر داره، یه عنصر مثبت داره، یه عنصر منفی داره. عنصر مثبت or positive pole انرژی رو داره منتقل میکنه به نگاتیو پول. نگاتیو پول هم میخواد این انرژی رو بکشه، که چون خاصیتش دریافت کردنه. درست مثل ما و نور خدا، که نور خدا میخواد انرژیش رو با ما شیر کنه، ما نور خدا رو میخوایم. ولی اگر من بیام کاملا نور خدا رو دریافت بکنم، بدون هیچ رزیستوری، بدون هیچ مقاومتی، بدون هیچ تحملی، اون وقت است که میسوزم. شما اگه نگاهی لایت بالب بکنید، میبینید که میونه پوزیتیو پول و نگاتیو پول یه خازن هست، یه رزیستور هست.
و وقتی که چراغ رو میخوایم روشن بکنیم انرژی مثبت از پازیتیو پول شروع میکنه به طرف نگاتیو پول میره و این خازن، این رزیستور میاد جلو این دوتا فورس رو میگیره و هر چقدر که این خازنه قدرتش بیشتر باشه نور بیشتری به وجود میاد. فرق 9 ولت بالب با 60 ولت بالب چیه؟ نه اینکه پازیتیو پول بیشتره یا نگاتیو پول بیشتره. توی تمام لایت بالا پازیتیو پول و نگاتیو پول is the same amount of voltage. بستگی داره به مقاومت اون رزیستوره که چقدر چراغ روشن شه. اگه اون رزیستوری که میذاریم اون وسط، اون ترانسفورمری که اون وسط هست بتونه 1000 ولت مقاومت بکنه در مقابل پازیتیو پول، 1000 ولت لایت نشون میده. The more you resist the light force, the more light you create. تا اینجا هم اوکی هست؟ Does it make sense؟ پس توی این 3 هفته نوره هست که میخواد به من و شما برخا بده، عشق بده، محبت بده، زندگی بده. من و شما بیشتر از هر موقع دیگه احتیاج به این نوره داریم. ولی من باید این نور رو پس بزنم، ریستریک کنم، پوشبک کنم که بتونم این نوره رو دریافت کنم. اگر نوره رو دریافت کردم بدون هیچ رزیستوری، بدون هیچ مقاومتی، بدون هیچ تحملی، میسوزم و از بین میرم. که برگردیم به آغاز خلقت. تو برشید آدم و حوا، خدا اومد گفت که ببین بابا جون، 2 تا درخت اینجا هست، یه باقی هست، 2 تا درخت اینجا هست. یه درخت زندگیه، tree of life، اتساخاییم، یه درخت خوب و بد، اتسادات. از این درخت زندگی هر چقدر میخوای استفاده کن، no problem. از این درخت خوب و بد استفاده نکن، don't use it. چون اگر ازش استفاده کردی میمیری. simple story. does it make sense؟ خدا بیاد یه باغ بهشتی رو درست بکنه، دو نفر بذاره توش، بگه تو این درخت استفاده کن، این درخت استفاده نکن. kabbalistically there is a lot of issues with this concept. In a nutshell یاد میگیریم که خدا اومد یک انرژی درست کرد که هوا رو کنجکاو کرد که این انرژی چی هست. بعد هوا یک دیزایری پیدا کرد، یک سنیکی بود، یک ماری بود که اومد هوا رو بیدار کرد که there is a form of a light. یه چیزی هست که خوشمزه است، یه چیزی هست که زیباست، یه چیزی هست که لذت داره ازش استفاده بکنی. بعد این وسوسه، این دیزایره در هوا به وجود اومد و اون وقت وقتی که صبر نکرد، هوا جلوی خودش رو نگرفت، ریستریک نکرد، گفت I want it. مثل من و شما که آیفون میاد، I want the iPhone. چجوریه؟ همه تلفن دارن ولی آیفون 10 که میاد people they stand up in line to get an iPhone. What is it? It's a desire. وسوسه است. هوسه. More than need. هوسه. چجوریه که وقتی که شما میرید ماشین بخرید، هیچ وقت رفتید تو دیلرشیپیا؟ Nothing against you, Harvey Joe. وقتی که برید توی دیلرشیپیا، طرف سلزمنه میاد میگه که If I give you an offer, you'll take the car today. How much you want to pay? You take the car today? چرا؟ به خاطر که میخواد ریستریک نکنی، میخواد تحریکت بکنه که تو همون موقع بخری. And the moment you don't restrict, you probably end up with the wrong car. هیچ وقت شده برید توی مال یه لباسی رو ببینید، توی مال عاشقش بشید، یه کت شلوار ببینید بگید واو I love it، بعد میارید تو خونه ببینید Why did I buy this؟ هیچ وقت شده یه فرنیچری برید بخرین، توی مال عاشقش بشید، توی شوروم ببینید اوه سو بیوتیفول، بعد میاریدش خونه میبینید اصلا به هیچ چیز خونه نمیخوره. چرا؟ اون لحظه که خوب بود، من توی مال رفتم، از این پیرهن خوشم اومد، از این فرنیچر خوشم اومد.
What happened when I brought it home? It's not good. یا توی بود دیگری نگاه بکنیم ریلیشنشپ هایی که ایمپالسیوه این عشق چی میگن؟ کازل جونم؟ آره وقتی که میگن در یه لحظه عاشق شدم آره one moment I fell in love right؟ با یک نگاه عاشق شدم با یک عمر گرفتار شدم یا حتی میبینیم وقتی که تورا راجع به عشق صحبت میکنه اولین باری که تورا راجع به عشق صحبت میکنه راجع به عشق اسحاق هست و ربکا تورا میگه اسحاق ربکا رو شناخت با ربکا ازدواج کرد عاشق ربکا شد نه اینکه he fell in love with ربکا باهاش عروسی کرد so in order for us to have something it's actually to push it back to restrict هر وقت من restrict نکنم I get burned حالا توی این سه هفته که این شخینایی نیست این مادره نیست که بگه ببین این پیرنه زیاد خوب نیست میخوای بخری این ماشینه رو حالا صبر کن نخر دیگه شخینایی نیست مادره نیست که بهت ادوایز بده یا کمکت بکنه که تو restrict بکنی یا پوشش وسط به وجود بیاره که نوره نسزوندت مادره نیست مادره is concealed, is hiding behind the door حالا من هستم و نور خدا و اگر من میخوام این نوره رو به دست بیارم I have to push it back اینه که اگر من کار جدیدی رو شروع نمی کنم نه اینکه خوب نیست این کار رو بکنم احتمالاً I'm making a mistake توی این سه هفته More than anything else, emotion take over میکنه ما رو. Logic is not here. توی این سه هفته چند هزار که من اشتباه بکنم به خاطر که emotion من داره برای من تصمیم میگیره. غرور من داره برای من تصمیم میگیره. Logic من نیست که داره برای من زندگی برای من داره تصمیم میگیره. توی این سه هفته هر چقدر که من فقط به خودم فکر کنم من در خطرم هر چقدر که از خودم بگذرم I'm in the right place هر چقدر که دنبال اموشنم برم توی این سه هفته I've made a mistake ولی هر چقدر که لاجیکال باشم و بیشتر از هر چیز دیگری باید توی این سه هفته تحمل داشته باشم نه اینکه در عرض سال دیگه تحمل نداشته باشم چون قانون لایت رو باید همیشه توی زندگیم اگزرسایز بکنم I have to wait میدونید کبالیست ها چجوری لباس میخرن؟ فرضاً یک کبالیست میره نورستروم یک کت شلوار میبینه میبینه خیلی قشنگ رو سیل هم هست 30% off سایزش هم هست عاشقش میشه؟ میگه نمیخوامش عاشقش میشه هم میگه نمیخوامش میره خونه. حالا سلزمنه بهش میگه چی؟ میگه This is the last piece. 30% off. If you don't take it, it's not gonna last. Right? چرا؟ چون میخواد emotionally convince-ش کنه. کابالیستی میگه نمیخوام. میره خونه. میگه نمیخوام. میره خونه. میره خونه دو سه روز میگذره. میگه Do I really need this suit or was it just impulse? فقط emotion بود؟ Or do I really need it? کت شلوار رو لازم دارم بعد اگر بعد از چند روز دید که دیگه it has nothing to do with emotion به خاطر کت رنگش نبود یا به خاطر هوس داشتنش نبود بلکه به خاطر نیدش بود logically I need it بعد که برمیگرده اگه اون کت شلوار مال اون هست نگرش داشتم مونده تازه از اون 30% هم شده 60% به خاطر اینکه last piece که هم نخریدنش ما یاد میگیریم که در حقیقت من نیستم که این آیفون رو خریدم این آیفون بوده که خواسته بیاد توی زندگی من پس یه کانسپتی وجود داره پوش کردن هر چیزی که هوس منه غرور منه ایگو منه I have to push it back throughout the whole year مخصوصا این سه هفته
این سه هفته است که من باید absolutely emotion خودم رو کنترل کنم، absolutely زبون خودم رو کنترل بکنم، قهر کردن، آشتی کردن، کانفرانت کردن، همه اینا رو باید بذارم کنار به خاطر که emotion همه رو میگیره. حالا اگر فرضاً من بگم منم خیلی کبالیستم، I'm gonna be very very logical، احتمالاً با اونی که میخوام بشینم بحث بکنم کبالیست نیست، بالاخره یه جوری اون ممکنه emotion شما رو تحریک بکنه. تو این سه هفته همیشه ما پاراشای پینخاس رو میخونیم، همیشه. بعد میدونیم که زهر، بزرگترین سکشن زهر پاراشای پینخاس هست، پاراشایی که یاد گرفتیم در کبالا مربوط هست به سلامتی، مربوط هست به یاد. من میتونم تا فرد صبح براتون تعریف بکنم که من خودم شخصا با پینخاس چه تجرباتی داشتم. اگر وقت شد آخر کلاس حوصله داشتین یکی دو تا اگزمپلای امیزینگی رو که داشتم با پینخاس رو براتون توضیح میدم، ولی چون زیاد وقتی نداریم بذارید بریم ببینیم چه خبر هست. همه داستان پینخاس رو میدونن؟ کیا نمیدونن پینخاس کی هست؟ اوکی؟ راحت باشید. کیا نمیدونن پینخاس چه کار کرد؟ همه میدونن پینخاس چه کار کرد؟ نمیدونن. بالاک و بیلعام رو یادت میدونین کیا؟ بالاک و بیلعام؟ کازبی و زیمری میدونین کیا؟ کازبی و زیمری میدونین کیا؟ پینخاس نوه اهرانه، کوهن گادول. اهران کیه؟ برادر مشه رمبینون. همه اینو دیگه خوش باید انشالله. اهران مظهر شالومه، مظهر دوستیه، مظهر عشقه، مظهر پیونده، مظهر از خودگذشتگیه. اهرون وقتی که برادر کوچکش موشه شد رئیس قوم، نه اینکه ناراحت نشد، خوشحالم شد. التیمت از خودگذشتگی داره، التیمت لوف داره، التیمت پیس داره، و به خاطر همین انرژی کانشسنسش تبدیل میشه به کوهن گادول، تبدیل میشه به کوهن نیم‌ها. بعد دو تا پسر داره، ندا و نبیهو، که این دو تا پسر یاد میگیریم در تلمود، در زهر، که این دو تا پسر از نظر سول لبلشون انقدر بالا بوده که این دو تا پسر اندازه سول تمام بنی اسرائیل بودن. قرار بوده این دو تا بشن کوهن گادول، بزرگ بشن. این دو تا پسر somehow، داستان خیلی زیاده، نمیدونم تا کی وقت داریم، تا فردا صبح وقت داریم. این دو تا پسر میان یه روز یه اشتباهی میکنن، میان یه آتشی رو میارن توی بیت المقدس روشن میکنن، و بعد خدا از این کار خوشش نمیاد، سول نادا و نابیهو رو از تو بدنشون ساکاپ میکنه، میاره بیرون. پینخاس کی بود؟ نبی. پسر الزار، بچه دیگر اهرون، نوه اهرونه. پینخاس هم مثل این شاهزاده انگلستان تو توی ردیف کوهن گادول بودن هست. شخصیت بسیار بسیار بالایی هست. رینکارنیشن حضرت اسحاق، اسحاق اوینو. اسحاق رو هم دیگه میشناسید. ابراهام پسرش اسحاق. اسحاق وقتی که دوباره زنده میشه تبدیل میشه به پینخاس. رینکارنیشن. باید بدونید که ابراهام مظهر خسد، مهربانی، پوزیتیو پول، عشق. اسحاق پسرش انرژی کانشسنس گورا رو داره. گورا یعنی استرنث، مقاومت و جادجمنت. و جادجمنت. حالا چرا از همچین انرژی خسد مهربانی گورا به وجود اومد؟ بماند، این یه تیزر برای که بازم کلاس‌های کبالا تشریف بیاره. اسحاق رینکارنیت میشه پینخاس.
بالاک و بیلعام دو تا جادوگر که میخوان قوم اسرائیل رو از بین ببرن، خدای نکرده، هر کاری میکنن، جادو جنبل میکنن، به جایی نمیرسن. تصمیم میگیرن، میگن یک جوری میشه این قوم رو اذیت کرد، یک جوری میشه این رئیسشون رو، مشربین رو اذیت کرد. اونم از چه راهیه؟ از راه اموشن، همون چیزی که الان واسطون گفتم. من و شما فقط از روی اموشن هست که گولی میخوریم. اونم چی؟ سخت‌ترین چیزی که با اموشن میشه کنترل کرد چیه؟ میبخشید؟ سکس. سکس is something that is most difficult to control when it comes to emotion. ناگفته نماند که آدم و حوا اون درختی که میگن استفاده کردن در حقیقت با هم آمیزش داشتن. They had intercourse before Shabbat. پس اشتباه آدم و حوا بود که خودشونو کنترل نکردن. They understood there is a energy force, there is a لذت, there is a passion which is sex, و قرار بود خودشونو کنترل کنن، 6 ساعت خودشونو کنترل کنن تا بشه شبات. این کارو نکردن and they fell. آدم و حوا reincarnate میشن که این کارکشنشون رو انجام بدن، تبدیل میشن به کازبی و زیمری. زیمری که همون آدم هست، از قوم یکی از 12 تا، رئیس یکی از 12 تا کازبی، یک زن بسیار بسیار زیباییه، گورجس، از خانواده میدیان میاد، ولی رینکارنیشن اسپکت هوا هست که اشتباه کرده. دوباره بر میگردن، مثل من و شما که نمیدونیم زندگی قبلیمون چی بوده، ولی we have a chance که خودمون رو کارکت بکنیم. بالاک و بیلعام میان به کازبی میگن که آقا جون برو توی این قبیله بنی اسرائیل، یه شخصیتی هست رئیس ایناست، مشه ربنو، برو اینو تحریک کن، با این نزدیکی کن، و این باعث میشه که اینا تمام حیثیتشون از دست بدن. کازبی میاد توی کمپ بنی اسرائیل، میبینه که رئیس قوم شمعون که همون زیمری هست نشسته داره صحبت میکنه، میبینه روش داره و قیافه مشه ربنو داره و چیز داره، میره اخفالش میکنه تو ا پوینت که زیمری و کازبی شروع میکنن با هم نزدیکی کردن در ملای عام. ایمجین تازه داریم میرسیم سر درس امشب. هرچی گفتم براتون قصه لیلی و مجنون بود. برو خطان و برو شکلی. تورا میگه که پینخاس دید، پینخاس دید، رفت یک نیزه‌ای برداشت که نیزه میشه رمخ، یک نیزه، نمیدونم یه شمشیر، رمخ، یه رمخ برداشت و رفت زیمری و کازبی رو یک جا کشت. این دوتا داشتن با هم آمیزش میکردن in front of everybody. میره این دو رو میکشه. خودم از این کار خیلی خوشش میاد، میگه واو، من عهد شالومم رو با پینخاس میبندم. این داستان خیلی اشکال داره. اول اینکه ما میدونیم ده فرمان آردی اومده گفته don't kill. So why did پینخاس killed؟ میتونست بره اینا رو، اگه بخوایم داستان نگاه کنیم، بره این دوتا رو از هم جدا کنیم، بگه آقا جون خجالت بکشه. ولی نه، میره یک رمخ برمیداره، سپیر برمیداره، مرسی، یه سپیر برمیداره، این دوتا رو میکشه. کوهن گادوله، اصلا کوهن نمیتونه دست بزنه به مرده، چرا سکبه رو بکشه. پس پینخاس با انجام دادن این کار میدونه که همه چیشو از دست میده، شاهزادگیشو از دست میده، میدونه که کشته میشه. لحظه این که این دوتا رو میکشه، تمام قوم شمعون که داشتن احتمالاً لذت میبردن از این صحنه، رئیسشون هم کشته شده، حمله میکنن به طرف پینخاس. پینخاس از وحشت میمیره for a split second.
از وحشت میمیره. زهر برای ما توضیح میده که روح پینخاس از بدن پینخاس میاد بیرون and for a split second دوباره روح بر میگرده توی جسم پینخاس. ولی این بار دو تا روح دیگه هم، دو تا سول دیگه هم بر میگردن توی این بدن. نداب آویو، امواش، بچه های اهرون هم بر میگردن، یه سوپر تیم درست میکنن. دیدید تازگی ها تو NBA سوپر تیم درست میکنن، سه تا آل استار رو بیارن توی تیم دیگه، هیچکی دیگه از پسشون ور نمیاد. They create the first super team. پینخاس، نداب و آویهو برمیگردن تو بدن پینخاس و این سول تبدیل میشه به الیاهو النبی. و همینطور که میدونیم الیاهو النبی عمر جاودانه پیدا میکنه، ایمورتالیتی پیدا میکنه. ما هر وقت که بریت میلا میشه we call in الیاهو النبی، الیاهو النبی بیاد میشه. This is the story that we read always توی این سه هفته. بعد ربی شمعون بر یوحای میاد تمام این سکشن تورا رو اکسپند میکنه و توضیح برامون میده که تمام هیلینگی که نه تنها بشر بهش احتیاج داره بلکه کهکشان ها بهش احتیاج دارن، سلامتی که در کازموس هست، سلامتی که در آب هست، سلامتی که توی درخت ها هست، سلامتی که توی پرنده ها هست، از توی پارشای پینخاس میاد. یعنی اگر پارشای پینخاس در شبات در کنیسه‌های توی دنیا خونده نشه، انرژی سلامتی از دنیا میره. And what's so most amazing اینه که جاهایی که بیشتر خونده بشه این انرژی هیلینگ بیشتر به وجود میاد و بیشتر منیفست میشه. چرا؟ جالب توجهیه که دقت کردید بعضی وقتا دو تا سفر تورا میاریم بیرون، بعضی از شبات ها دو تا سفر تورا میاریم بیرون. Almost 95% of the time سفر تورای دوم پارشای پینخاسه. پارشای پینخاس رو ما همیشه روش خودشا 12 تا روش خودش داریم، اول هر ماهی از پارشای پینخاس میخونیم. یه سکشن پارشای پینخاس برای توی موعد سوکا میخونیم. چرا؟ What is it؟ و بعد چند تا چیز عجیب غریب هست توی این پارشا، چیزایی که توی تورا اصلا خیلی رر هست. اسم پینخاس توی این پارشا یه یود پیدا میکنه، یه دفعه یه یود به اسم پینخاس اضافه میشه، اونم نه یک یود معمولی، یه یود کوچولو. بعد وقتی که خدا میگه من عهدو با پینخاس بستم که عهدش هست شالوم، این شالوم حرف واوش شکسته است. ما میدونیم که اگر یک حرف تورا یه ذره جوهرش هم کم شه، یه ذره اشکال پیدا بکنه، این تورا پاسوله، قبول نیست. که اینم برای خودش معنی البته کابالیستی که داره، که اینم جزء یکی از کلیف هنگرهای برای بقیه کلاس ها. ولی میبینیم که واب شالوم شکسته است. یه داستان جالب براتون بگم. من مدت ها خب میرفتم کابالا سنتر شبات ها و با ربای برگ بودم روحشون شاد و خب خیلی کانسپت ها رو یاد گرفتم و میدونستم که این واف شکسته است. یه بار یه مسافرتی داشتیم رفته بودیم سنخوزه، یه کنیسایی بود، گفتم پارشای پینخاس بعد بریم کنیسا دیگه. رفتیم شبات پارشای پینخاس توی یه کنیسایی که خیلی ایرونی ها میرفتن توی سنخوزه. بعد تورا رو در آوردن، ربای شروع کرد خوندن، تا رسید به این شالوم رنگ و روش پرید و ناراحت شد و پاس به شالوم، پاس به شالوم. تورا رو بست و تورا رو بردن و یه تورای دیگه رو بردن. باز نگاه کرد دوباره، دیدم رنگ و روش عوض شد، زد تو صورت خودش، این تورا رو برگرد بود، رفت تورای سوم رو برد، این هم میخواست برگرده، دیدیم حالش به هم شد. و من تازه ریلایز کردم که این نمیدونست که این واوه باید شکسته باشه، خیال میکرد توراش پاسوله. این طفل خیال میکرد این واوه اشکال داره. چرا این واو شالوم شکسته است؟ خب به اندازه کافی کلیف هنگر دادم بهتون. بعد سکشنی هست توی زهر ربی شمعون توضیح میده که چه اتفاقی افتاد برای پینخاس.
چی شد؟ پینخاس چی دید؟ میگه وقتی که پینخاس سا، ربی شمعون میگه پینخاس دید که یک مم، حرف مم، بالای سر قوم بنی اسرائیل داره حرکت میکنه. و بعد دوباره برای ربی شمعون برای خواهی میگه وقتی که آدم و حوا توی بهشت خطا کردن، یه حرف مم بالای سر آدم و حوا حرکت میکرد و بعد اومد با دو حرف واف و تاف یکی شد، لغت موت رو به وجود آورد که یعنی خدای نکرده مرگ. و چون پینخاس مم رو دید و دید که این مم میخواد با دو حرف واف و تاف یکی بشه، مرگ به وجود بیاره و قوم بنی اسرائیل از بین ببره، اومد این سپیرو رمخو به دست گرفت و رفت این دو نفر رو از بین برد. رمخ دو حرف، حرف رش هست و خط و حرف مم وسطش. پینخاس گفتیم کیه؟ رینکارنیشن اسحاقه. اسحاق نیومریکال ولیوش هست 208. پینخاس هم نیومریکال ولیوش هست 208. ما میدونیم که هر وقت دو تا اسم یه نیومریکال ولیو دارن، they have the same energy force. پس پینخاس که اسحاق هست که نیومریکال ولیوش 208 هست، وقتی که مم رو میبینه میره این حرف مم رو میگیره میاره میکنه توی وجود خودش. حرف مم نیومریکال ولیوش هست 40، خودش هم هست 208، روی هم دیگه تبدیل میشه به 248. رمخ یا این نیزه نیومریکال ولیوش هست 248. یعنی کاری که پینخاس کرد، it wasn't that he went and killed two people, he destroyed two energy consciousness. Energy consciousnessی که اسم یکیش هست کازبی و یکیش هست زیمری. Energy consciousnessی که در وجود همه ما هست. و اون چیه؟ اون هوسی هست وقتی که من هوس یه چیزی میکنم که مال من نیست. وقتی که من دیزایر یه چیزی دارم که it's not for me, it's the wrong feeling. وقتی که خدای نکرده من ازدواج کردم هوس کسی دیگری رو میکنم. وقتی که من این مال من نیست و من هوس میکنم که مال من باشه. وقتی که من نگاه چمن همسایم میکنم. وقتی که من یک دیزایری دارم and it's purely emotional and it's the wrong desire. هر وقت که من و شما خدای نکرده گرفتار این هوسه میشیم، گرفتار این دیزایره میشیم، گرفتار این اموشنه میشیم، it's all about emotion, feeling. لاجیکلی من میدونم اگه من ازدواج کردم من نباید با کسی دیگه برم. So logic is quite safe in this relationship. It's the emotion که من خدای نکرده میخوام برم دنبال کسی دیگری. لاجیکلی من میگه it's a wrong thing. ولی اموشنل اینقدر قوی میشه که I end up making a mistake. وقتی که من تحمل ندارم، وقتی که من حوصله ندارم صبر کنم تا آماده بشه اون چیزی که مال من هست، وقتی که من I want everything overnight، وقتی که من ساکسس رو امشب میخوام، وقتی که من ثروتمند شدن رو overnight میخوام، وقتی که من خوشحالیم رو overnight میخوام، وقتی که من همه چیزمو الان میخوام، وقتی که تحمل ندارم، وقتی که I'm totally under my emotion. این حرف مم اون وقت هست که شروع میکنه خدای نکرده بالای سر من حرکت کردن. در کبالو یاد میگیریم که این نوره که میاد و منم به سری هستم که میخوام این نور رو دریافت بکنم،
هر وقت که من این نورا رو دریافت کردم بدون اینکه ریستریک بکنم برش گردونم، بالاخره این نور منو میکشه، بالاخره منو میسوزونه. مرگ is receiving light without earning it, without returning it. هر وقت که من نور استفاده میکنم به جای اینکه ریستریک کنم برش گردونم جلوی هوس خودم رو بگیرم، این نوره باعث میشه یواش یواش من بسوزم. میگه تورا برای ما میگه مشه ربینو 120 سالش بود ولی مثل یه پسر جوان 20 ساله بود، هیچ انرژیش کم نشده بود، هیچی از بدنش کم نشده بود، حتی کفشش هم فرسوده نشده بود. یعنی چی؟ به خاطر که مشه هیچ وقت نور رو برای خودش نخواست. حتی وقتی خدا بهش گفت تو رو میخوام بکنم جنرال منیجر، گفت نو تانکیو. هفت روز با خدا بحث کرد. ایمجین شما خدا بیاد پیش شما بگه من میخوام تو رو بکنم رئیس قوم. Who would be there که بگه نه نمیخوام. هفت روز با خدا بحث بکنه که نه وزی. نه. بذار برادرم بشه. بذار ربی عکیوا بشه. So Moshe returned all the light. So he never died. He never died. به خاطر که هیچ وقت این نوره رو فقط برای خودش نخواست. هیچ وقت این نور رو بدون ریستریکشن استفاده نکرد. وقتی که کورخ اومد پشت سرش چیز گفت، افتاد التماس کرد، گفت قربونت برم نوکرت هم نکن این کارو. وقتی که مردم پشت سرش حرف زدن نیومد بگه من دیگه با این حرف نمیزنم، این پشت سر من حرف زده، خون منو ریخته، اومد گفت خدا اینو ببخش. سو وقتی که من انرژی رو دریافت میکنم روی هوسم، روی impatient بودنم، روی دیزایر داشتن اون چیزی که مال من نیست، هر وقت که این نوره رو بر نمیگردونم، restrict نمیکنم، تحمل نمیکنم، این نوره آروم آروم منو میسوزونه، آروم آروم پیر میشم. چرا میگن صدیقی ما عمر طولانی میکنن؟ به خاطر the keep returning the light. ولی بالاخره چون این نوره somehow نمیتونیم همشو برگردونیم، بالاخره از بین میریم. اندست بتونیم مثل موشه ربینو نوره رو برگردونیم. پینخاس اومد چه کار کرد؟ ممه رو گرفت، مرگ رو گرفت، گفت برای من، گفت برای من کشته بشم، نمیخوام شاهزاده بشم، نمیخوام کوهنگادول بشم، I don't want anything, totally sacrificed myself for the whole world. برده بنه اسرائیل تو دات پوینت. بعد تبدیل به چی شد؟ الیام ان روی. He never died. Eternal life. What is available this week? انرژی که پینخاس وجود ما بیدار شه، به خودش بیاد، کنترل کنه ایموشن رو، کنترل بکنه لایته که میخواد بیاد تو، کنترل بکنه حوسه، اگزرسایز کنه پیشنت. قولتون میدم تو این سه هفته هست که پیشنت نداریم، تو این سه هفته هست که حوصله کسی رو نداریم، تو این سه هفته هست که تحمل نداریم، تو این سه هفته هست که همه چیزو میخوام الان، میخوام I want it now. تو این سه هفته هست که از همیشه حساس داریم. سه هفته هست که درش ماه تموز است. ماه تموز یاد گرفتیم ماه کنسر is the most emotional month of the year. کیا تو این ماه به دنیا اومدن؟ تموزی ها کیا؟ How emotional are you? They're the most emotional sign of the zodiac. چرا؟ به خاطر که انرژی اینجوریه. وقتی که من restrict نمی کنم، وقتی که من میذارم نوره بیاد، وقتی که اجازه میدم emotionalم take overم کنه، اون وقت هست که خدای نکرده این نوره میاد منو میسوزونه. اون وقت هست که خدای نکرده بدترین بیماری ها ممکنه حسب شلام گریم بارگر کسی بشه، depression, sadness, all kind of emotional problem, all kind of physical problem توی این ماه به وجود میاد. توی زهر برای ما تعریف میکنه که ببینید ابراهام اوین اومد اسم این ماه رو گذاشته، این کانسلشن رو گذاشته چی؟ کانسر، سرطان. وقتی که سلول ها شروع میکنن هیوایر شدن، شروع میکنن ابنورمال حرکت کردن، به خاطر اینکه ما قراره
قدرت داشته باشیم که نور رو برگردونیم، ریسک کنیم. پوش ایت بک. نه اینکه برای من باشه. ببینید قصه پینخاس نیست. قصه زیمری و کازمی هم نیست. قصه الیا و انرابی هم نیست. قصه من و شماست. اون چیزی که ما به عنوان پینخاس میشناسیم یا شخصیتی، we're not talking about the شخصیتی که 3500 سال پیش هست. We're talking about اون انرژی کانشسنسی که در من وجود داره. در من و شما ابراهام آوینو وجود داره. هر وقت که مهربونی میخواید بکنید، هر وقت که دست بخشش دارید، هر وقت که ابراز عشق توی وجودتون هست، حتی که به کسی محبت میکنید، it's the ابراهام, it's the chesed of your being. ابراهام از خسد، اسحاق از گبورا، پینخاس، تیفرت از یعقوب، بالانس، نتسخ از موشه ربنو، هود از اهرون کوهن گدول، یسود از یوسف صدیق، ملخود از دوید ملخ، کتر خخمه بینا، تنسفیلوت چیزی که اساس کبالا هست در وجود ماست. در وجود من خسد هست، گبورا هست، تیفرت هست، نتسخ هست، هود هست، یسود هست، ملخود هست، کتر خخمه بینا هست. وقتی که میگه خدا ما رو به شکل خودش به وجود آورد، یعنی دقیقا این سیستم تنسفیلوت رو در ما به وجود آورده. ببینید خسد به گبورا نچسبیده. There is a distance between them. There is a resistance between them. وقتی که پینخاس اومد این مم رو گرفت، تبدیل شد از 208 به 248. ابراهام آوینو از 248. کاملا وجود ججمنتش رو تبدیل کرد به عشق. وقتی که من جاج میکنم دنیا رو، وقتی که قضاوت میکنم دنیا رو، کاملا این رو برگردون، این خواست تبدیلش کرد به ابراهام آوینو. شما اسرائیل 248 کلمه درش هست. 248 دعایی که هر روز میخونیم. 248 بادی پارت داریم. 248 جوینت داریم که که انرژی فرصاتش رد میشن. So it's all about us. It's all about us. It's all about me. من میتونم ابراهامو زیاد کنم یا میتونم ججمنتمو اضافه کنم. It's all about me. توی این سه هفته شخینا میگه اوکی let him do it on his own. میره اون پشت دیوار با میسه. بعد توی این سه هفته من میتونم تا نهم آف انقدر نور به دست بیارم با ریستریک کردن که نهم آف برام بشه تولد مشیخ، یا خدای نکرده واسه هم بشه destruction of the بتمقداش. It's up to me. It's up to me. ولی با آگاهی، با restriction، من میتونم همه چیز رو عوض کنم. بیشتر از هر وقت دیگه. یعنی نه اینکه تو این سه هفته من بترسم، بلکه باید بگم wow, what an opportunity. What an opportunity for me to change my life. To totally change my life. وقتی که نور زیاده، چالش زیاده. همه چیز سخت‌تره. همه چیز هارش‌تر به نظر میاد. حرفای مردم سنگین‌تر به نظر میاد. رفتار مردم نور افتاده روش، واضح‌تره. من بیشتر از هر وقت دیگه میتونم قضاوت بکنم تو این سه هفته. من بیشتر از هر وقت دیگه تو این سه هفته میتونم بیشتر عصبانی بشم. من بیشتر از هر وقت دیگه میتونم تو این سه هفته بیشتر غر کنم. ولی اگر بدونم که I need some form of restriction، تحمل داشته باشم. ببینید تمام اشکال ما نداشتن تحمله. آدم و حوا 6 ساعت تحمل نکردن. 6 hours. شنیدین میگن بعد از ظهرای جمعه
تا شب شبات زن و مرد بهتره که زیاد نزدیک هم نباشن، مرده بره برسه به کاسبیش، زنم بره برسه به پخته بز شباتش، بهتره با هم نباشن، بخاطر که انرژی انقدر زیاد اون 6 ساعت آخر ممکنه گرفتاری پیش بیاد. من هر وقت شبای شبات دخالت میکنم توی آشپزی شب شبات، آی هاف پرابلمز. اینه که بعد از ظهر جا میشینم درس خوندن برای فردا. پس قصه فینهاس قصه داستان 3500 سال پیش نیست، قصه من امروزه. هرچقدر که از خود گذشتگی داشته باشم بیشتر نور دریافت کنم. The only way، ببینید میگن the only way to receive light is to act like light. To act like light. هیچ وقت خدا نمیگه این مردم دنیا اینقدر بدن که من به خورشید میگم دیگه در نیا. نه، خورشیده every day comes out. همیشه هوای هست، همیشه زندگی هست. No matter what. و من باید بدونم تو این 3 هفته بیشتر از هر وقت دیگه، تمام سال این هست البته، ولی تو این 3 هفته همه چی اینتنسیفای میشه. باید ببینم هر چیزی که داره منو اذیت میکنه، The problem is here. یعنی اگر یحیی یه چیزی میگه دیگه من تو نزدیکی، یعنی امیر تا رفت اون سر امیر، اگه یحیی یه چیزی به من میگه من ناراحت میشم، یحیی از فرشته توی زندگی منه، به خاطر اینکه I have a cavity somewhere and یحیی is touching it. اگر یحیی به من بگه تو قدت 3 فوته، من بادر میشم، نه I'm 6 foot، doesn't bother me. ولی اگه یحیی به من بگه که کت زده خوشویی اشتباهی شستنش کوچیک شده واسه، به هم ناراحت میشم بخاطر که دست بار هپه کتم دادم خوشویی کتاش. So if he says something that is truth and I'm sensitive about it, I'm gonna get hurt. وگرنه if it's not a problem with me, I don't get hurt. اگه یکی به من بگه تو بد اخلاقی و من ناراحت بشم، احتمالا من بد اخلاقم که ناراحت شدم. اگر اگه من بد اخلاق نباشم من ناراحت نمیشم. So این بارها من این مثال زدم ولی it makes sense. وقتی شما میرید دندون پزشکی، اگر یه دونه دندوناتون کویتی خورده باشه، به دکتره بگین I don't know which one is the problem. دکتره میاد یه سوزن بر میداره میگه این دندون هست، اینه سوزن است که اینو اذیت کرده؟ No, it's the cavity that I have inside. پس هر چیزی که من اذیت میکنه این هفته از طریق تمام دنیا سوزنه نیست. It's something within me که intensify شده، حساس شده، reaction داره خودش نشون میده. So I have to fix myself. تو این 3 هفته بیشتر از هر وقت دیگری من باید مواظب خودم باشم. پیشن داشته باشم، تحمل داشته باشم، ببینم نوره هست، ببینم. تو این 3 هفته بهتره کولر رو روشنش بکنیم چون اتاق خیلی گرم شد. من از میخوام یه چیز خیلی پرسونالی باهاتون شیر کنم. اگر توی زندگی من کبلا نبود، این آدم بد اخلاقی که میشناسینش خیلی بد اخلاق تر بود. اگر من کبلا یاد نگرفته بودم، این آدم کنترلی این که میبینین خیلی بدتر از این بود که امروز میبینیش. من تا یه حدی خودم عوض کردم، نه اینکه عوض شدم، هنوز نه، I have a long way. نه اینکه هنوز اشکال ندارم، ولی کبلای خیلی کمکم کرده که خیلی چیزها رو ببینم تو خودم. اینه که اگر اصرار میکنم به دوستان که بیان کلاس کبلا، به خاطر که خیلیش دیدم، به خاطر که it works. Nothing like Kabbalah works. شاید باور نکنید ولی انابکوخ شنبه ما بود که این به بچه ها کمک کرد. I truly believe it. این بچه هایی که توی
تایلند گیر کرده بودن تا شنبه صبح there was no hope ما همه با هم انا به کاه خوندیم با یک کاوانا it changed the energy it changed the energy من با پینخاس معجزاتی دیدم که این باور نکردنیه باور نکردنیه ولی چرا پینخاس واسم کار کرده چرا انا به کاه برام کار میکنه به خاطر که I have certainty about it. I have certainty about it. شما میتونید امشب برید خونه بگید اینا نادر هر چی گفت چرت گفت. با همچین کانچستسی برید خونه هر چی من گفتم چرت. It won't work. ولی اگر اگزرسایزش کنید و certainty داشته باشید میبینید چطور براتون کار میکنه. امیدوارم که هممون با امید خدا بتونیم بیشتر و بیشتر رو خودمون کار کنیم بیشتر و بیشتر تحمل داشته باشیم بیشتر و بیشتر بخوایم چالش های زندگی که بیار طرف من هر کی میاد پیشم میگه تو زندگیم خیلی چالش دارم خوش به حالت اگر من کسی باشم چالش میاد به طرف من اگه کسی نباشم من اگر یه شاگرد پسیوی باشم تا کلاس نشسته باشم معلم هیچ کاری نداره معلمی میره سراغ اون بچه هایی که زرنگن، باهوشن، انگیج میکنه پس اگر خدا بهتون چلنج میده You're good You're somebody There is something in you that خدا دوست داره اگر نمیتونست ولتون کنه مثل خیلی های دیگره که ول کرده قوم ما که میگیم برگزیده ایم نه اینکه خوشتیپیم نه به خاطر اینکه ریسپانسیبیلیتی داریم به خاطر اینکه مسئولیت قبول کردیم به خاطر اینکه مسئولیت قبول کردیم چالش رو بهمون میده خدا و با این کلاس تموم میکنم هیچ وقت بیشتر از اون چیزی که تحملش دارید قدرتش رو دارید بیشتر بهتون نمیده خدا نمیاد به این آیفون 1000 ولت بده شما این سیم آیفونه که بزنید توی برق اونقدر برق به این آیفون میده که این آیفون میتونه تحمل کنه اگر اومدید یه یخچال ساب زیرو هم به این برق استفاده زدیم برق درست اونقدری که یخچال ساب زیرو احتیاج داره بهش برق میده کجا میدونه نور از کجا میدونه ولی این آیفونه نمیگه نه به من یه ولت بده نه میگه اونقدری به من بده که من پتانسیلشو دارم پس اون نوری که دریافت میکنیم اون چالنجی که دریافت می‌کنیم میدونم بعضی وقتا خیلی سنگینه بعضی وقتا خیلی هارشه ولی کابالیستا میگن bring it on به خاطر که that's my potential this is what I can handle پس اون چالنجایی که تو زندگیمون هست this is exactly what I need this is exactly my potential هیچ وقت اگر تحمل یه پوند چالنج دارید دو پوند بهتون نمیده درست یه پوند بهتون میده اگه سوالی هست